بیستمین عادت ضد تنبالی انگیزه های غیر مستقیم پیدا کنین بهونه ای که از بین میره حوصله انجام کار رو ندارم مسلما برای همه ما پیش اومده که تو بره ای از زمان حال حوصله انجام کاری رو نداشتیم اما اون چیزی که با اسمش مردمان عادی از مردمان موفق جدا بشن اینه که اونا در صورتی که حس و حال انجام کاری رو نداشته باشن اما باز هم به سراغ انجام اون میرن و با تمام قدرت اونو به اتمام میرسونن اونا برای اینکه انگیزه ای مضاعف در خودشون ایجاد کنن هیچگاه صبر نمیکنن بلکه ساختار ذهنی سخت کوشی مداوم در اونا وجود داره نکته ای که تو این زمینه وجود داره اینه که شما نمیتونین مانند این افراد ساختار ذهنی سخت کوشی به دست بیارین اگه مدتی تلاش و کوشش نکرده باشین در واقع این گونه افراد به طور مداوم این ساختار رو تو ذهن خودشون ایجاد کردن و همواره تعالیم انگیزه بخشی و فرا گرفتن ساده ترین راه میانبری که برای شما وجود داره اینه که سراغ شنیدن و دیدن سخنرانی های الهام بخش برین و یا کتابایی با این مضمون بخونین سخنرانان الهام بخش برای حرکت به شما نیرو میدن و انگیزشی مضاعف در شما ایجاد میکنن برای اینکه بتونین به حرفشون گوش بدین نیازی نیست وقت آزاد داشته باشین تنها نیازه که تو هر زمان از زندگیتون حتی زمانی که ورزش میکنین و یا در حال رانندگی هستین با کمک تلفن همراهتون به سخنرانی یا انگیزشی که صورت میگیره گوش بدین تا به صورت غیر مستقیم برای انجام تمام فعالیت هایی که تو لیستتون قرار داره انگیزه لازم رو پیدا کنین اجرای این عادت برای اینکه بتونین این عادت رو در خودتون پرورش بدین نیازه که قدری هزینه کنین چون برای اینکه بتونین سخنرانی ها رو تو هر زمان که تمایل دارین مشاهده کنین و یا گوش بدین باید یه وسیله یه صوتی تصویری همراه در اختیار داشته باشین. خرید یه آیپد و یا تبلت با قابلیت پخش این فایلا میتونه تو این راه به شما کمک کنه. اما باید در نظر بگیرین که هزینه هایی رو برای شما به همراه خواهد داشت. همچنین میتونین کتابایی با این موضوع خریداری کرده و یا به امانت بگیرین. زمانی که بتونین شنیدن و یا خوندن سخنرانی یا الهام بخش رو به صورت روزانه در دستور کارتون قرار بدین به این ترتیب همواره یه منبع انرژی و انگیزه غیر مستقیم در شما وجود خواهد داشت که پس از اینکه مدتی اونو گوش ملکی ملکه ذهنتون خواهد شد و یه ساختار ذهنی پر انگیزه برای سخت کوشی مداوم در شما به وجود میاره 21. و عادت ضد تنبلی تکنیک تجسم و تصور بهونه که از بین میره حوصله انجام کارامو ندارم مطمئنا زمانی که هزار تا کار تو لیست کارتون قرار داره و باید اونا رو انجام بدین به این دلیل که شور که تو گذشته برای رسیدن به هدفی که از قبل تعیین کردین و از بین بردین این مسئله اهمیت داره که شما همواره میخواین نتیجه این معقول به دست بیارین اما فرایند نیل این هدف در مرور ایام به یک کار شاخ تبدیل میشه از همین رو توصیه میشه که شما اهدافتونو به یه موجود زنده تبدیل کنین که پیش روی شما قرار داره و همراه شماست شاید قانون جذب برای بسیاری از افراد خرافات باشه اما باید بدونین که تفکر مثبت و تجسم اهداف میتونه به شما در برابر تنبلی و به تعویق انداختن کارا کمک کنه راه های زیادی برای انجام این تکنیک وجود داره در واقع اگه بتونین عکسایی با موضوع هدفتون به دیوارای اتاق و یا به یه تابلو بچسبونین و اونو به عنوان تابلوی رویاهاتون درست کنین خیلی عالی میشه شما به راحتی میتونین به برنامه های رادیوی انگیز بخش گوش بدین و یا به سراغ انجام فعالیت های روحی بخش برین همچنین میتونین گوشهی بنشینین و زندگیتون رو زمانی که به هدفتون دست پیدا کردین تجسم کنین اجرای این عادت محققان بر این عقیده هستند که اگه بتونین تکنیک تجسم و تصور رو به خوبی اجرا کنین میتونین مطمئن باشین که به نتیجه ای که مد نظر دارین دست پیدا خواهید کرد همچنین باید بدونین این مسئله زمانی اتفاق میفته که این تکنیک رو به یه عادت گاه و بیگاه تبدیل کنین به عبارت بهتر نیازی نیست که شما اونو هر روزه انجام بدین در عوض تنها زمانی به سراغش برین و از این تکنیک کمک بگیرین که گرفتار بی انگیزگی شدین تو این قسمت در نظر داریم چگونگی انجام این تکنیک رو برای شما شهر دهیم یک یه هدف سنجیدنی دال سین دال میمزه رو انتخاب کنین دو هنگامی که بی انگیزگی به سراغ شما اومد تکنیک تجسم و تصور رو به مدت پنج الی ده دقیقه برای خودتون انجام بدین سه زمانی و برای این تصور کنار بذارین اگه به هدف مورد نظرتون دست پیدا کردین اوضاع چگونه خواهد بود و چه تغییراتی در زندگی شما حاصل میشه چه احساسی در شما به وجود خواهد اومد زندگیتون چگونه سپری میشه چهار تکرار این پروسه به صورت روزانه میتونه توی به دست آوردن انگیزه شما موثر باشه شاید باور این مسئله سخت باشه اما بسیاری از مردم تکنیک تجسم و تصور رو به نوعی عملی کاذب میدونن اما باید بدونین که در هنگام نبود انگیزه این تکنیک بسیار مفید خواهد بود در واقع زمانی که احساس خوبی در شما وجود نداشت اونو انجام بدین تا متوجه بشین چه انرژی و هیجانی در شما ایجاد میشه و میتونین کار رو با موفقیت به اتمام برسونین